سلام، به آپدیت خوش آمدید. من ترانه فتح‌علیان هستم. از فم تریپ تا بازداشت متهمان سرقت از بانک ملی، امروز به اتفاقات خبرساز هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم. و همینطور می‌بینیم که علاقه به شرط بندی چطور تبدیل به اختلال و اعتیاد به قمار میشه. صدای سیمین غانم در کنفرانس اپل رو شنیدیم. گفتگویی داریم با گروه موسیقی اودزا که این آهنگ رو ساختن. به فم تریپ تا بازداشت متهمان سرقت از بانک ملی و اعتراضات به افزایش قیمت دلار، این هفته موضوعات زیادی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفتن. با هم ویدیویی ببینیم از اتفاقات خبرساز هفته‌ای که گذشت. چهار نفر که سه برادر هستند و یک پسر خاله. قرار طلاها رو بدم به بانک مرکزی، بر اساس چیزایی که مکتوب کردیم طلاها رو به ما برگردونن. همکارم پویا قربانی که خبرهای پرواکنش هفته رو دنبال کرده اینجاست تا بیشتر برامون بگه. پویا سلام. همونطور که ترانه گفت، هفته بسیار پرواکنشی رو در شبکه‌های اجتماعی داشتیم، از موضوعاتی که کاربران رو به دو قطب مخالف و موافق تقسیم کرده تا موضوعاتی که بسیار اندوهگینشون کرده بود و بسیاری همونطور که میشه حد زد در شبکه‌های اجتماعی بازار شوخی و طعنه هم با بعضی از خبرها داغ بود. اما از فم تریپ بذارید شروع کنیم، موضوعی که بسیاری از کاربران به اون واکنششون دادن. خیلی سریع بگیم فم تریپ چیه؟ سفری برای آشنایی، برای با مقصد، برای اینکه بعداً اون کسایی که اومدن برن و با خودشون گردشگران دیگه رو بیارن. در این فم تریپ 1 و 2 که در ایران خانم هدا رستمی اجرا کرد، عده‌ای از اینفلوئنسرهای سفر گردشگران با اسپانسر ترکیش ایرلاین مثلا در این پروژه دوم به ایران اومدن تا بعداً برن و با خودشون گردشگرای دیگه بیارن. اما این موضوع منتقدان بسیاری رو عصبانی کرد، چرا که اونها میگفتن که این چهره واقعی ایران نیست، این کاشی‌های آبی در خیابان‌ها، به بعضی از این کاشی‌ها خون معترضان پاشیده و دست‌اندرکاران این پروژه رو متهم کردن که دارن چهره حکومت رو نرمال میکنن و چهره واقعی رو نشون نمیدن. اما موافقان این پروژه میگفتن که گردشگری اصولاً بر مبنای جذابیت‌های سفر، سودش به کسانی میرسه که راننده تاکسی هستن، در مثلا هتلداری کار میکنن، رستوران، سوپرمارکت، اینها منتفع میشن و لزوماً حکومت نیست که منتفع میشه. هدا رستمی در رشته توییتی خیلی سریع بخوام بگم گفتش که این انتقادها رو دیده. اون هم گرفتار گشت ارشاد و محدودیت‌های مردسالارانه جامعه در خانه و خیابان بوده و پس از آبان 98 سرنگونی هواپیمای اوکراینی، اعتراضات خوزستان و اصفهان، او هم ویران شده. اما خانم رستمی گفت این تنها کاری که بلده و فکر میکنه که در وقتی که حکومت داره دور ایران دیوار میکشه و کشور رو منزوی میکنه، آوردن گردشگر کمک میکنه که ایران هنوز به جامعه جهانی وصل باشه و شهروندان از این موضوع منتفع بشن. اما اگر دنبال کرده باشید میدونید که این پایان ماجرا نبود. منتقدان بعد از این رشته توییت، بعضی از کاربران اطلاعات شخصی منتسب به او و خانوادهش رو منتشر کردن و بعداً اتهام بهره‌گیری از رانت و وصل بودن او رو تکرار کردن. اما چیزی که موافقان سفر میگن، میگن که مبلغ سفر خبرنگار نیست، لزومی نداره که بره اعتراضات بپردازه و اتفاقاً جذابیت سفر بخشیش اینه که برن و با مردم عادی کوچه خیابان آشنا بشن و کسی هم وقتی میره سفر دنبال لذت بردنه. اما خب شما چی فکر میکنید؟
وقتی میخواید برید سفر به دنبال چی هستید؟ میتونید برید در شبکه‌های اجتماعی بی بی سی یا در توییتر و نظرتون رو اونجا بگید. اما موضوع بعدی، موضوع سرقت بانک ملی بسیاری از کاربران رو شوکه کرد، اما 48 ساعت بعد پلیس گفتش که سارقان رو دستگیر کرده، چیزی که بسیاری به دیده شک بهش نگریستن، هم همزمانی اون با اتفاقاتی مثل مثلا متروپول، ترورهای اخیر و اتفاقات مشابهی که پشت سر هم می افتاد، قطار مشهد یزد و همینطور انفجار کارخونه، سلسله ای از اتفاقات پشت سر هم افتاد که بسیاری می گفتن که روایت های رسمی حکومت رو باور ندارن. چهره های مشخصی هم به این موضوع، عباس عبدی، عبدالله رمضان‌زاده اشاره کردن که چرا حکومت روایت رسمیش باورپذیر نیست. خبرگزاری ایرنا گزارشی تحلیلی را از واکنش کاربران توییتر رو منتشر کرد که در اون خلاصه‌شو بخوام بگم این بود که از 48 هزار توییتی که خبرگزاری ایرنا میگه تحلیل کرده، کمتر از 5 هزار تاش فقط تمجید از پلیس در موضوع سرقت بانک ملی و دستگیری سارقانه و بقیهش هجمه به مراکز سیاسی و امنیتی و بعد شوخی با این موضوع. و موضوع آخر هم موضوع پنچری عمدی آمبولانس در خیابان بهشتی تهران بود که بسیاری رو شوکه کرد، چرا که مشخص شد که این آمبولانس وقتی که در خط ویژه پارک کرده که دختری که دچار حمله قلبی شده رو احیا کنه، وقتی که کسی عمدن این لاستیک رو پنچر کرده بود، متاسفانه باعث شد که این دختر جونش رو از دست بده، چیزی که دادستان تهران امروز اعلام کرد که فردی که در پنچری این آمبولانس دست داشته رو دستگیر کرده. متشکرم و شما رو و اما یه عروسی هم در روزهای گذشته خبرساز شد. بریتنی اسپیرز و سام اسقری در یک مراسم با حضور چهره های مشهوری مثل مادونا و سرنا گومز ازدواج کرد. کودک کار اینستاگرامی عبارتیه که احتمالاً این روزها زیاد شنیدید. این کودکان اینفلوئنسرهایی هستند که در اینستاگرام فعالن و گاهی تا میلیون‌ها فالوور دارن. حساب‌های بسیار از این بچه‌ها توسط والدینشون کنترل میشه و بعضی از اونا جلوی دوربین رفتارهایی دارن که واکنش برانگیز میشه. چند روز پیش هم خبر برخورد قضایی با متهمان پرونده یه پسر بچه و دو دختر زیر سن اینفلوئنسر در ایران منتشر شد. بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق کودک استفاده از کودکان برای جذب مخاطب و تبلیغات در فضای مجازی رو مصداق بهره کشی میدونن. از سبا آلاله، روانشناس بارینی، درباره تاثیر چنین فعالیت‌هایی روی کودکان پرسیدیم. والدین مسئول اصلی ایجاد کردن یک فضای امن برای کودکان هستند. خب این فضا یک سری ابعاد مختلفی داره. ابعاد اقتصادی، اجتماعی، جسمی، روانی، جنسی میتونه برای کودک باشه که باید متناسب با سن کودک و مراحل رشدی کودک باشه. کودک در چنین شرایطی میتونه روند رشدی مناسب و درستی و سالمی رو حتی داشته باشه.
ولی ما زمانی که کودکان رو خارج از این محدوده قرار میدیم، مثلا اونها رو در یک فضاهای مجازی و یا این چنین فضاهای غیر عادی قرار میدیم، نه تنها روند رشدی اونها رو دچار یک سری مسائل میکنیم، بلکه اونها رو در یک فضاهای ناامن قرار میدیم که احتمال آسیب‌زا بودن برای کودکان بسیار زیاد میشه. و در برابر اون کودک نه تنها هویت فردیش دچار یک سری مسائل و مشکلات میشه، بلکه این فضا هویتی به کودک میده که معمولا ساخته خود فرد نیست. یعنی تصویری به کودک داده میشه که خود فرد برای اون تلاشی نکرده و همین هویت میتونه برای کودک بسیار آسیبزا باشه، به دلیل اینکه این هویت میتونه تاثیرگذار در همه ابعاد زندگی کودک باشه. خب معمولا کودکانی که دائم در این فضا قرار میگیرند، یک بعد خیلی مهمی که در اونها رشد پیدا میکنه نیاز به توجه و دیده شدن هست و هر آن چقدر که این مسئله بالاتر باشه، کودکان نیاز به توجه بیشتری رو در خود احساس میکنن و برای این پذیرش و توجه تمام تلاش خودشون رو میکنن که این توجه رو به مراتب بیشتر و بیشتر کسب بکنن و این باعث میشه که کودکان نه تنها از جوانب دیگه رشدی خودشون باز بمونن، بلکه تمام تلاش خودشون رو برای این نیازی رو که مادرشون به وجود آوردیم میذارن و این باعث میشه که نه تنها فضاهای دیگه زندگی رو تجربه نکنن، بلکه نگاه اونها به زندگی یک نگاه تک‌بعدی و فقط برای رضایت دیگران و توجه دیگران انجام بشه. این هفته خبر احضار امیر تتلو، دنیا جانبخت و ساشا صبحانی به اتهام فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی دوباره موضوع قمار آنلاین رو در فضای مجازی مورد توجه قرار داد. سایت‌های شرط‌بندی در سال‌های اخیر به خصوص بعد از همه‌گیری کرونا طرفداران خیلی زیادی پیدا کردن. اما علاقه به شرط‌بندی چطور تبدیل به اختلال و اعتیاد به قمار میشه؟ فکر میکنم 16 یا 17 سالگی بود، وارد یکی از این سایت‌های شرط‌بندی شدم که 680 میلیون تومن هم واریز داشتم با اون سایت. من با اون 680 میلیون میتونستم کلی اتفاق خوب برای خودم رقم بزنم که متاسفانه نشد سر اشتباهی که داشتم. بت کردن اینطوریه که متاسفانه شما وقتی یه پولیو میبری طمع میکنه که اون پولو بیشتر کنی، وقتی اینکه یه پولیو میبازی تلاش میکنه که اون پولو برگردونی. به عنوان مثال الان شما 1 میلیون روی شرطی میذارید و اون 1 میلیون از دست میره، میبازید. شما به خاطر اینکه اون 1 میلیون رو دوباره زنده کنید میاید 1 میلیون دیگه شرط میبندید و بازم اون 1 میلیون رو میبازید برای اینکه این 2 میلیونی که باختین رو برگردونید، دوباره میاید بت میزنید و میبازید. اینطوری هی برد و باختا و این مدل بت کردن شما رو ترغیب میکنه و معتاد میشید به استفاده از این سایت‌های شرط بندی. شرط بندی اعتیاد آوره. وقتی که ما از اعتیاد صحبت میکنیم، ناخودآگاه ذهنمون میره سمت اون مواد مخدر یا مواد اعتیاد آور. ولی مجموعی از رفتارها هم هستن که میتونن دقیقاً همون کاری رو با مغز ما بکنن که مواد مخدر میکنن. نمونه بارز این رفتارها اختلال قمار هست که شرط بندی هم به عنوان یک زیرمجموعی از اون در نظر گرفته میشه. 4 سال هستش که دارم شرط بندی آنلاین انجام میدم که حالا از اون اوایل از سایت های نامعتبر داخلی کشور، مثلا سایت های ایرانی استفاده میکردم برای شرط بستن، ولی خب الان دیگه سایت های معتبر که تو کل دنیا معتبرن و با لیگ های خیلی خاص قرارداد دارن و اینا، سایت های مثل وان ایکس بت که مثلا با لیگای معروفی مثل لیگ ایتالیا قرارداد دارن، تو اون سایت شرط بندی میکنن. و وقتی که شرط بندی میکنی یه هیجان خاصی میگیری، یه حال خاصی داری، آدرنالین خونت میره بالا، هیجانت میره بالا.
در مغز همه ما سیستمی وجود داره که به عنوان سیستم پاداش شناخته میشه. سیستم پاداش از قسمت‌های مختلف مغزی تشکیل شده. وقتی که ما فعالیتی رو یا ماده‌ای رو تجربه می‌کنیم که در ما لذت ایجاد می‌کنه، این سیستم که با نوروترانسمیتر دوپامین در ارتباط هست باعث میشه که ما تمایل داشته باشیم و کشش داشته باشیم که اون فعالیت و یا تجربه اون ماده رو هی و هی تکرار کنیم و به دنبالش بریم تا به اون سطح لذت دوباره برسیم. شرط‌بندی هم همین مسیر رو دنبال میکنه و بعد هیجان و انتظار رو تجربه میکنید تا نتیجهش بیاد، بعد یا اینکه برنده میشید و لذت برنده شدن و اون پولی که به دست آوردید باعث میشه که شما بخواید هی دوباره و دوباره این کار رو ادامه بدید، و یا اینکه شکست میخورید و برای جبران اون هی میخواید دوباره و دوباره این کار رو انجام بدید و در نهایت درگیر اون فعالیت اعتیادی میشید. با این اقتصاد الان و اینا هر کس دنبال راه درآمد از هر جای دیگه، منم گفتم که چرا چرت‌بندی رو امتحان نکنم وقتی که میشه ازش پول در آورد. حالا سوال اینجاست که خب پس چرا همه معتاد نمیشن؟ مجموعی از عوامل هست که میتونه فرد رو نسبت به اعتیاد مستعد کنه. یه قسمت از اون مسائل ژنتیک و خانوادگی هست و قسمت دیگه مسائل رفتاری هست. بزرگ شدن تو خانواده‌ای که تو اون پول و درآمد بیشتر یک ارزش هست، پدر و مادری که خودشون درگیر این گونه رفتارها هستند، شروع کردن شرط بندی و این فعالیت ها از سن پایین تر، خیلی خیلی درگیر بودن با اینترنت حتی، و در کنار همه اونها اعتیادهای دیگه مثل سیگار و الکل، همه اینها میتونه فرد رو مستعد کنه به اینکه اعتیاد در اون ایجاد بشه. فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت آثار باستانی بودا ابراز نگرانی کردند. از ناصر هنرجو فعال فرهنگی دعوت کردیم که بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. آقای هنرجو خیلی خوش آمدید به برنامه. ویدیویی رو دیدیم از حضور ماشین‌های سنگین در اطراف بودای بامیان. نگرانی فعالان از چیه؟ سلام خدمت شما و بیننده‌هایتان، تقدیر و تشکر از اینکه موضوعی خیلی مهمی را در برنامه تان گنجانیدین و او در خطر بودن میراث فرهنگی و آثار تاریخی در ولایت بامیان است. ما از سال 2021 بعد از آمدن گروه وحشتگر و گروه وحشی طالبان، ما همواره در قسمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی که در بامیان قرار دارد، ما بارها و بارها ابراز نگرانی خود کردیم و متاسفانه در این وقتا دیده میشه که یک تعداد از کارها به صورت وحشتناک داره صورت میگیره. ویدیویی که شما پخش کردین را ما هم دیدیم و در او قسمت دیده میشه که موترهای با وزن سنگین و با وزن زیاد از محلی که سابق در حکومت پیشین ممنوع از رفت آمد موترها با توناژ بالا یا وزن سنگین منع عبور و مرورشان قرار داده شده بود، متاسفانه این راه ها باز شده. تنها این مورد را ما شاهد نیستیم، موردهای حفاری های غیرقانونی و خودسر را در اطراف بودا شاهد هستیم و ویدیوها و گزارشات هم توسط رسانه های اجتماعی و بعضی از سایت ها به نشر رسیده که ما علاقمندان را تشویق به این میکنم که گزارش را از فارن پالیسی هم تعقیب کنند. و مورد دیگر که ما همواره نگرانی داشتیم قسمت ساخت و سازها در اطراف ساحات سرخ ساحات باستانی ولایت بامیان است که ما در این روزها دوباره شاهد اثرگیری بازار کهنه یا بازار قدیمی بامیان هستیم.
و امیدوار هستم که در این قسمت مسئولین توجه کنند. اما موردی که ما این تشویش ما از حال نیست، تشویش ما از سابق است، زمانی که گفتگوهای صلح میان نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان بود، ما بارها و بارها مردم، فعالین فرهنگی، مدنی و همه نگرانی هایشان را در قسمت آثار تاریخی و فرهنگی داشتند، مخصوصا بودای بامیان، چرا که همون رقم که میدانید بودای بامیان توسط گروه طالبان در سال 2001 در 11 مارس از بین رفت و اینها نسبت به بودا و آثار تاریخی بامیان با یک دید خصمانه می‌نگرند و باعث از این شده که امروزه هم همچین اتفاقهای بیفته. و انتظار شما چیه؟ چه کار میشه کرد؟ ما به عنوان کسانی که دغدغه‌های فرهنگی داریم و به عنوان کسایی که کار فرهنگی کردیم و یک عضو گروه رضاکار گروه یادآوران هستیم، به نظر من تنها کاری که میشه کرد فعلا، چرا؟ چون به خاطر که یک تعداد از فعالین فرهنگی در بامیان هستند، یک تعداد از فعالین جامعه مدنی در بامیان هستند، اما فضای خفقان و فضای ترس و وحشتی که گروه طالبان با فعالین فرهنگی و مدنی داشته و بازداشت‌های خودسرانه اینا را باز داشته از این که صدای خود را بلند کنند. اما کسایی که در بیرون هستند و کسایی که میتونند کاری را بکنند، اولین حرفشان و اولین کارشان مستندسازی است. تنها مورد بامیان نیست، منار جام در ولایت غور، مناره های بامیان و دیگر آثارات تاریخی که در افغانستان وجود داره، اینها را باید مستندسازی بکنند. و در مورد دوم، خیلی ممنون. آقای هنرج، عذر میخوام که من باید حرف شما را قطع بکنم، زمان ما کوتاه. ممنونم از شما. کنفرانس سالانه توسعه نرم افزاری شرکت اپل این بار با سورپرایزی برای کاربران ایرانی همراه بود. کنفرانس با ریمیکس آهنگ سیمین غانم شروع شد. آهنگی که اپل پخش کرد بخش‌هایی از آهنگ الکترونیک در پس خورشید از گروه اودزاست که توش ترانه سیب سیمین غانم میکس شده. از گروه اودزا پرسیدیم که چی شد که این آهنگ رو انتخاب کردن. راستش ما عاشق شکار قطعات موسیقی خاصی و قدیمی هستیم و زمان زیادی رو صرف کشف کردن این چیزا میکنیم. فکر کنم ساعت 2:30 بود و ما وسط تور اروپامون در جاده در حال سفر بودیم و تصادفاً به این آهنگ برخوردیم. تحریرهای صدای خواننده بلافاصله ما رو شگفت زده کرد. نوت‌های پیانوی اول آهنگ سریع جذبت میکنه، جوری بود که حتی بدون اینکه بدونی اون چه چیزی میخونه با اون ارتباط برقرار میکنی. قدرت صدای خواننده و ملودی فراتر از تصور. من از اون آسمونه actually found out what the lyrics meant. Also they were راستش وقتی ما معنی شعر رو فهمیدیم و دیدیم چقدر شاعرانه است، اهمیتش برامون دوچندان شد. تصمیم گرفتیم واقعا یه کاری باهاش انجام بدیم. And we wanted to do something. بعد از پخش کنفرانس اپل خیلی پیام گرفتیم. خیلی هاش به فارسی بود. مثلا یکیشون گفته بود این آهنگ دوران کودکی منه و شنیدنش اینجوری برام باور نکردنیه. راستش این تجربه و دیدن این پیام‌ها برای ما هم هیجان انگیز بود. بعد دیدیم خود خواننده روی پست اینستاگرامی آهنگ چند تا اموجی قلب گذاشت. خیلی باحال بود. راستش تکنیک های مختلف رو امتحان کردیم و متاسفانه برای اینکه بتونیم آهنگ رو به دنیای موسیقی امروز بیاریم، این بود که بخش های از اون رو ببریم. از این کار احساس بدی داشتیم، ولی برای اینکه در این چارچوب بیاریمش چاره ای نداشتیم.
تجربه عالی بود دیدن اینکه این همه آدم‌های متفاوت با این آهنگ ارتباط برقرار کردن و حتی افرادی از نسل جوان که تا به حال این آهنگ رو نشنیده بودن هم دوستش داشتن. صدای سیمین قانم واقعا بی‌نظیر و تکه. دونستن اینکه زنانی مثل او در ایران اجازه خوندن ندارن خیلی ما رو غمگین میکنه. دنیا بدون موسیقی دنیای غمگینیه. ما همچنان در حال کشف و کند و کاو در دنیای موسیقی ایرانی هستیم و واقعا دوست داریم کارهای بیشتری با اون بسازیم. من امیدوارم موسیقی مرزها رو از بین ببره. موسیقی این پتانسیل رو داره که مردم رو به هم نزدیک کنه. ما هم خوشحالیم که سهمی تو این کار داشتیم. ما دوست داریم با سیمین قانم در تماس باشیم و اگر این مصاحبه رو میبینه به اون سلام میکنیم. امیدواریم که صدای ما رو بشنوه و بتونیم با اون ارتباط برقرار کنیم. خیلی از همراهیتون ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشین. تا هفته بعد. خدافظ.